سرخط خبرها. هشدار رئیس جمهور به نابودی کسانی که در فکر نابودی افغانستان هستند. رئیس جمهور غنی میگوید نباید افغانستان میدان نبردهای نیابتی کشورهای منطقه پنداشته شود. افغان خرد کردن امکان نداشته. هر کسی که فکر میکنه که ما لقمه چرب هستیم و آماده خوردن هستیم فکر دیگه کنه. در هضم ما خودش از بین میره. حمله انتحاری که جان 7 تن را در هلمند گرفت. در این رویداد 40 تن به شمول رئیس زراعت و سخنگوی والی این ولایت زخم برداشتند. در این سبب سفتور سر به دنونه به دفتری که ناس همه چه بچه ها و سنور به پیش بانی پاسوی نم. تبادل فهرست نامزد وزیران میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی. رئیس جمهور از معرفی اعضای باقی مانده کابینه تا 2 روز دیگر به مجلس خبر داده است. رد آغاز گفتگوها با مخالفین مصالح دولت. شورای عالی صلح و فضای موجود را برای آغاز دور تازه گفتگوها مؤثر می دارند. و گروه داعش زایده سیاست های ناکام اداره جورج بوش. باراک اوباما با انتقاد از حمله ارتش آمریکا به عراق در زمان جورج بوش می گوید مبارزه با داعش زمانگیر است. به نام خدا و با سلام به شما به مجموعه خبری این ساعت خوش آمدید. من جمال ناصر فرهمند هستم و ادریس تیموری با خبرهای ورزشی. مشروع خبرها. افغانستان نباید میدان نبردهای نیابتی پنداشته شود. رئیس جمهور غنی هشدار می‌دهد که بلعیدن افغانستان ممکن نیست، زیرا این کار سبب نابودی کسانی خواهد شد که در این فکر هستند. رئیس جمهور غنی گروگانگیری 31 مسافر در زابل را جزی از صدها توطئه می‌داند که در برابر وحدت ملی افغانان در پیش گرفته شده است. رئیس جمهور غنی می‌گوید که در گفتگوهای صلح با هیچ کسی معامله نکرده و به همگان این موضوع معلوم است. روز فراغت این نیروهاست، نیروهایی که مستحکم گام برمی دارند تا در میدان نبرد دست بالای داشته باشند. سرکماندان اعلی قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان 549 تن 4 سال آموزش های نظامی دیدند تا به این مرحله رسیدند. باورمندی ها هم بر توانمندی های این نیروها بالا گرفتند. یکی از سیاستمدارای تلویزیونی دنیا از ما گفت وضع هلمند چی فرق کرده؟ ما گفتم اردوی افغانستان در هلمند حرکت است، حرکتی که در 8 سال قوای بین المللی نتانسته بود انجام بده. افغانستان کشوری است در حال جنگ. نبردی که تحمیل شده بر افغانستان دانسته می شود و بخشی از آن هم نبردهای نیابتی، چیزی که رئیس جمهور غنی باورش است. باید شما رهبرای آینده ای وطن همه ابعاد ناامنی را درک کنین و مقابلش مجادله کنین. دوم، جنگ های نیابتی است. ما سر کس تجاوز نکردیم و اختار میتیم که کس خاک ما را مرکز جنگ نیابتی خود ندانه. افغان خرد کردن امکان نداشته. هر کسی که فکر میکنه که ما لقمه چرب هستیم و آماده خوردن هستیم فکر دیگه کنه. در هضم ما خودش از بین میره. در این میان رئیس جمهور غنی وحدت ملی مردم افغانستان را نیز در خطر توطئه ها میداند. امروز ببینین در کجا توطئه ها وجود نداره که در افغانستان نفاق بیاره. من میخوایم در این تالار اعلان کنم که گروگانایی که در زابل گرفته شدن جز یک توطئه در مقابل وحدت ملی افغانستان است و من افتخار دارم که بگویم تصمیم گرفتم که قوای خاص ما عملیات کنند. 69 نفر از مخالفین از بین بردیم. در این روزها تلاش ها برای دست یافتن افغانستان به صلح نیز شدت گرفته است. تلاشهایی که در کشورهای زیاد را گشود و اما چیگونه صلحی؟ صلحی که از قوت باشه نه از ضعف. صلحی که شفاف
و واضح باشه نه پشت پرده. ما برتان اطمینان میتوم که سر هیچک ارزش های ملی ما امرای هیچ کس هیچ نوع معامله صورت نگرفته و نخواد گرفت. سهران بیشتر حرفهای رئیس جمهور غنی در این مراسم بر کشورهای نشانه گرفته شد که آتش افروزی جنگ در افغانستان می کنند. پاکستان همواره بر این کار متهم دانسته می شده است، اما حالا اسلام آباد به گونه خودش را نزدیک به کابل ساخته است که گوی کلید سلس را می دهد. در حمله انتحاری در هلمند 7 تن کشته شده و دست کم 40 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله غیر نظامیان بودند. سخنگوی والی هلمند و مسئول زراعت این ولایت نیز در جمع زخمی های این رویداد هستند. انفجار که هلمند را تکان داد این گونه فاجعه آفرید. انتحار کننده موتر مازده پر از مواد انفجاری را حوالی ساعت 11 پیش از چاشت در دیوار یک نهاد خصوصی کوبید. نهادی که در نزدیکی آن مقام ولایت قرار دارد. بسیاری ساختمان ها در این ساحت تخریب شدند و برخی ها هم از شدت انفجار این گونه زیر آوار شدند. اکثر چی میل دل نو ملکان و پولیس چندان کچ کنه دل دیگه. سه نفر چوکیدار که امیجا چوکیدار بودن زیر دیوال شده بودن به شهادت رسیدن. سازم و کمیتر آلم دسیم راولی چی تسلیم یکم چی مامورین تو مکشه دوالی هد. پا ده خواست پچاو سو کلکینا بنی رشاو زیسی ده غیس پاعت سولی موش پروتو کینا بیا درک نسرا معلوم بلا چی. افتن در این رویداد کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی هلمند و سرپرست ریاست زراعت این ولایت در جمع زخمی ها هستند. تر و تنه ملکی هوادوال او منسر چکم کسانو برخلرل شهیدان او تر یو سل ویختو پر ټپیان دی چې پر ټپیانو کې د نادلی ولسوال د ګریش په خانه ولسوال د کرنې رئیس سرپرست او همدارنګ د ولایت مقام و هندوی شامل دی. شاید این بزرگترین رویداد انتحاری از آغاز سال 2015 تا اکنون باشد. گفته می شود اطلاعات در مورد این حمله از پیش وجود داشت، اما پرسش اینجاست که چرا مسئولان امنیتی نتوانستن از آن جلوگیری کنند. دا چی دوی دو میاشت مخ که خبر لري ولی کشپی ارگانون پا دیوانه توانیدل چی دا دی مخنیوی و که موش وای که دغسی حالات وی او کشپی ارگانون به تفاوت وی نو موش نور دوی سخطا ما نلرو دیا موش پا خبال آمادگی لرو چی خبال دزان ساتن پا خبال وی. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. گروهی که ظاهرا حکومت سعی دارد با میان جیگری برخی کشورها آنان را در میزه گفتگوها بکشاند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی فهرست نامزد وزیرانشان را در اختیار یکدیگر قرار دادند. از سوی هم صبح امروز رئیس جمهور غنی در دیدار با هیئت اداری مجلس نمایندگان از معرفی کابینه تا دو روز دیگر خبر داده است، اما نامهای کسانی که به کابینه راه پیدا خواهند کرد تا کنون فاش نشده است. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. شب گذشته رئیس جمهور و رئیس جای فهرست نامزد وزیران احتمالی کابینه را در اختیار یکدیگر قرار داده اند. نام های نامزد وزیران احتمالی که میان رئیس جمهور و رئیس جمهوری تبادله شده تا هنوز فاش نشده است. رئیس جمهور در دیدار با هیئت اداری مجلس نمایندگان گفته است تا دو روز دیگر کابینه را معرفی میکند. رئیس صاحب جمهور اطمینان را کرلو چه پراتلون کفته که یا دشنبه پورز یا د یک شنبه پورز با انشاءالله و تعالی وزیران کابینه تا معرفی شی. اگر وعده رئیس جمهور تا دو روز دیگر عملی شود، درست زمانی است که رئیس جمهور و رئیس جایی به امریکا سفر میکنند. گمان اغلب امیست که پیش از رفتن به امریکا معرفی شود، ولی اگر پیش از اون نشه کارها تا او وقت مکمل میشه. ضرورت است که یک بار نتایج نظر کنند و از بین نفوس 3 میلیون افغانستان یک 18 وزیر خوب پیدا کنند که اگر به هیچ تیم مربوط نباشه بگذار برای افغانستان کار کنند. در مدت 6 ماه گذشته تنها 8 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی موفق به گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان شده اند، اما به نظر می رسد که رئیس جمهور و رئیس جایی در گزینش کابینهشان با محدودیت های زیادی روبرو اند. تا کنون هیچ نوع گفتگو با مخالفان مسلح دولت صورت نگرفته است و تنها زمینه ها برای این گفتگوها فراهم شده است. وزیر خارجه اطمینان می دهد که به هیچ بهای دستاوردهای گذشته نادیده گرفته نمی شود و گفتگوهای صلح با شفافیت و در مشوره با مردم صورت خواهد گرفت. شورای عالی صلح نیز از ناکامی در پروسه صلح هشدار می‌دهد و تاکید می‌کند که باید از فضای به وجود آمده استفاده کرد. درنو ملمنو تا خراغلاست وایو. وزیر خارجه، نمایندگان از شورای عالی صلح و معاون شورای امنیت ملی
امروز در پیوند به گفتگوهای صلح به مجلس فراخوانده شده اند. خوش آمدید خدمت مهمانان محترم. اعضای مجلس نمایندگان از چگونگی پیشرفت صلح به شدت نگرانند. میگویند شاید در این گفتگوها چندین ولایت به طالبان داده شود. آیا این امتیاز دهی با پاکستان است؟ اگر شما چند ولایت به پاکستان بتین، به طالبان بتین، فردا کشورهای همسایه دیگر نمیآیند و گروه های دیگر را نمیسازند برای اینکه باز فردا زعامت ولایت افغانستان را بگیرند. با کی مذاکرات میکنین؟ یک طالب میگه ما با امریکایی ها مذاکرات میکنم، دیگه طالب میگه ما با حکومت میکنم، دیگه طالب میگه ما با پاکستانی ها میکنم. مردم افغانستان باج به هیچ همسایه خود قبول نمی کنند. زنای افغانستان نمی خواهند در حاشیه قرار داشته باشند. اما پس از پرسش ها بسیاری از اعضا مجلس را ترک می کنند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه بر صلح عزتمند و شفاف تاکید می کند و می گوید تا کنون هیچ گونه گفتگو با مخالفان مسلح دولت صورت نگرفته و تنها در این مورد زمینه سازی شده است. تا حال ما خبرتان میتونم که زمینه صلح فراهم شده، زمینه مذاکرات در فراهم شده و در ابتدای کار هستیم. هرچند شورای عالی صلح در اینجا میگوید فضا به گونه ای شده است که پاکستان و دیگر کشورها تلاش میکنند تا هر چیز زودتر صلح در افغانستان تضمین شود، اما از ناکارایی های دولت نیز پرده بر میدارد. آقای سانوگزه اطمینان میدهد که به هیچ صورت صلح افغانستان با بهای غلامی مردم نخواهد بود. ماحول تغییر کرده. بعضی مردم میگن که چرا پاکستان امروز میاد این روز نمیامد. ماحول با شرایط در منطقه تا راه اندازی تغییر کرده، شرایط جنگ تغییر کرده. ما نه خلکو دا پختنم کړي چې دی طالبان استاد زوی مړ کړي، دی طالبان استاد ورور مړ کړي دی، ته بیا ولې د سولې خبرې کوي؟ زه ورته وایم چې کدا سولې رانشي دا جنگ رواني، زما په زرګونو لکونو ورونه او زامن به نور په دیار کې مړ کیږي. با این همه دولت تا کنون در زمینه موافقت صلح نه تنها هیچ دستاورد نداشته است، بل این پروسه نیز با پروسس های زیادی روبرو است. نن یو ځانګړی پروگرام د سرسبزی لرو د پارلمان په نوی تعمیر کې. اقدام تازه شورای امنیت مبنی بر محدود کردن حق دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران غیر قانونی است. نهادهای پشتیبان از حقوق خبرنگاران هشدار می‌دهند در صورتی که این محدودیت‌ها برداشتن نشوند، فاصله میان حکومت و رسانه‌ها افزایش خواهد یافت. همزمان در تازه ترین مورد، مرکز خبرنگاران افغانستان به نشر گزارشی از افزایش 29% خشونت بر ضد خبرنگاران در سال جاری خبر می دهد. عماد رستایی گزارش می دهد. دشواری هایی که گویا هر روز کار را برای خبرنگاران سخت می کند. در 13 سال گذشته خبرنگاران با چالش های زیادی روبرو بودند. بسیاری ها کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. امسال هم گفته می شود سال خونین برای خبرنگاران بوده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش سالانه‌اش تاکید دارد نزدیک به 30% خشونت بر ضد خبرنگاران در سال جاری افزایش یافته است. در سال 1393 دست کم 103 مورد خشونت علیه خبرنگاران در سراسر کشور به ثبت رسیده، در حالی که رقم در سال گذشته سال 1392 80 مورد بود. در سال جاری که پایانش است، 6 خبرنگار و فعال رسانه‌ای در افغانستان جان خود از دست دادند. حکومت افغانستان در تازه ترین مورد برای مقامات محلی در ولایات دستور داده است تا از ارائه معلومات امنیتی برای خبرنگاران خودداری کنند، اقدامی که به باور خبرنگاران خلاف قانون است. هیچ حکمی، هیچ فیصله‌ای در مقایرت با قانون قابل تعمیل نیست، نه هم عملی خواهد شد و نه هم این اقدامات مؤثر خواهد بود. فقط این اقدامات سبب خواهد شد تا خبرنگاران و رسانه‌ها از حکومت فاصله بگیرند. افزون بر این شماری از خبرنگاران باورمندند که طرح محدود کردن اطلاعات نه تنها مشکل را حل نکرده، بل سبب افزایش دشواری‌های نیز می شود. از همراهیتان به مجمع خبری این ساعت سپاسگزاریم. خداوند یار و یاوردان باد.